آنقدر میخندم که غم از رو برود. زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ، گاه باید رویید در پس این باران. سلام و درود فراوان به شما همراهان همیشگی این برنامه. مرسی از اینکه با انتقادات و پیشنهادات خوبتون ما رو خوشحال میکنید. ما هم یه هفته دیگه با 5 تا موضوع متفاوت در خدمت شما عزیزان هستیم. پس مثل همیشه همراه برنامه خودتون باشید. استرس باعث اندوختن چربی بیشتر در بدن میشه یا حداقل میتونه سرعت سوخت و ساز چربی رو در بدن آهسته تر کنه. سال پیش گروهی از محققان به این نتیجه رسیدن که چربی بدن میتونه سیگنالی به مغز ارسال کنه و استرس و سوخت و ساز رو کنترل کنه. بازخورد بین چربی و استرس مثل یه جاده دو طرفه میمونه و میتونه یک چرخه معیوب بسازه. مکانیسم دقیق این سیگنال ها هنوز به طور مشخص معلوم نیست، ولی محققان بر این باورن آشنایی با این بازخورد میتونه اولین راه در شکستن این چرخه معیوب باشه. استرس باعث میشه که میل به غذا خوردن اضافه بشه و همچنین منجر به چاقی بشه و چاقی هم باعث اندوختن چربی اضافی در بدن میشه. این چربی ها میتونن سیگنال هایی به مغز بفرستن و واکنش های استرسی رو مختل کنن. این یافته ها بسیار قابل اهمیتن، چون نشون میده تنها مغز نیست که در کنترل استرس دخالت داره. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. معجزه شیرین کننده قرن 21 300 بار از شکر شیرین تر و بدون هیچ گونه عارضه جانبیه، حتی برای افراد دیابتی. اینها تنها بخشی از مزایای گونه گیاه استویا است و گیاه استویا از صدها سال پیش در آمریکای جنوبی برای شیرین کردن انواع نوشیدنی‌ها به کار می‌رفته و امروزه هم به خاطر مزایای بیشمار اون بیش از 150 میلیون نفر در سرتاسر جهان از اون استفاده می‌کنن. قند حاصل از این گیاه هیچ گونه کالری نداره و باعث کاهش قند خون و فشار خون افراد دیابتی میشه و برخلاف دیگر شیرین کننده های شیمیایی اصلا عوارض جانبی برای مصرف کننده نداره و برخلاف شکر در دمای بالا قهوه‌ای سوخته نمیشه و به راحتی میشه در تولید نانهای شیرین از اون استفاده کرد. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. کردن چربی شکم بهتر نوع ورزش خودتون رو تغییر بدید. بعضی وقتا با اینکه ورزش میکنید و برنامه غذایی سالمی دارید، وزن کم نمیکنید و همچنین وزنتون متوقف میشه. در این حالت بهتره که برنامه غذایی و برنامه ورزشیتون رو تغییر بدید. برنامه های هوازی با اینکه کالری زیادی میسوزونن و بر سلامت قلب تاثیر دارن، ولی بهترین روش برای آب کردن چربی شکمی نیست. گفته شده که انجام دادن برنامه های قدرتی میتونه بهترین روش برای آب کردن چربی شکمی باشه. تحقیق انجام شده و در این تحقیق به این نتیجه رسیدن افرادی که 3 روز در هفته ورزش هوازی انجام میدن و 3 روز در هفته ورزش قدرتی انجام میدن چربی شکمی بیشتری میسوزونن نسبت به کسانی که 6 روز هفته ورزش های هوازی مثل پیاده روی و دو انجام میدن. همچنین راه حل دومی که باید در پیش بگیرید اینه که شدت ورزش کردنتون رو تغییر بدید. شدت ورزش وقتی زیاد باشه هورمونی به اسم لیپولیتیک ترشح میشه که بعد از ورزش هم میتونه سرعت سوخت و ساز رو فعال نگه داره. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. قبل از غذا خوردن چراغ‌ها رو روشن کنید. در یک تحقیق جدید نشون دادن افرادی که در اتاق‌های روشن و پرنور غذا می‌خورن انتخاب سالم‌تری دارن نسبت به کسانی که در اتاق‌های تاریک و کم نور غذا می‌خورن.
در این تحقیق افراد رو در اتاقهای مختلف قرار دادن و متوجه شدن افرادی که در اتاقهای روشن و نورانی بودن 24% انتخاب سالمتری داشتن و به سمت غذاهای مغذی مثل سالاد و سبزیجات و ماهی کبابی روی آورده بودن. سرپرست این تحقیق دکتر دیپایان بیسواس گفته که مغز در مکانهای روشن و نورانی هوشیارتر عمل میکنه و هر چقدر که مغز هوشیارتر باشه انتخابهای بهتر میتونه داشته باشه، ولی ما نمیتونیم نور همه جا رو تنظیم کنیم، مخصوصا رستوران‌ها، ولی میتونیم از این یافته‌ها توی خونمون استفاده کنیم و زمانی که به آشپزخونه میریم چراغ رو روشن کنیم و حتی در روز پرده‌ها رو کنار بکشیم تا نور وارد اتاق و خونمون بشه تا بتونیم انتخاب غذایی مناسبی داشته باشیم. و زمانی که به رستوران یا کافی شاپ میریم با یه فنجون قهوه یا سالاد شروع کنیم. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. بخش آخر برنامه میخوایم در رابطه با بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری صحبت کنیم. در این دوران بسیاری از خانم‌ها به خاطر تغییرهای هورمونی دچار ورم لثه میشن که ورم لثه‌شون امکان داره همراه با تورم و خونریزی باشه. استفاده از دهانشویه‌ها و مسواک زدن به طور مرتب میتونه به التیام ورم لثه‌شون کمک کنه. اما حالت صبحگاهی بعضی از این خانم ها که منجر به حالت تهوع میشه میتونه اسید معده رو در مینای دندون حل کنه. استفاده از ادویه‌جات مثل میخک میتونه جلوی تهوع رو بگیره و علاوه بر اون بر بهداشت دهان و دندان هم تاثیر داره. اما اگر این حالت در روز چندین بار تکرار میشه باید به پزشک و دندان پزشک مراجعه کنن تا یک راه حل منطقی برای این حالتشون پیدا کنن. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. برنامه این هفتمون به پایان رسید. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. راه‌های ارتباطی با ما رو هم که میدونید. فیسبوکمون، وبسایتمون و همچنین صفحه اینستاگرام و تلگرام شبکه جهانی دریم لند. این عشق نیست که دنیا رو میچرخونه، بلکه چیزیه که چرخش اون رو ارزشمند میکنه. امیدوارم همیشه شاد باشید و عاشق. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.